اولین بازی که ما فیفا دی که داشتیم با روسیه و قطر بود، خیلی انتقاد کردیم. کنیا، قطر، روسیه و کنیا بود. خیلی انتقاد کردن که آقا این چه. اولا من خدمت همه عزیزان اعلام کنم که دیگه بازی آسون تو فوتبال دنیا نیست. دیشب شما نتایج گذشته، شب گذشته رو می‌بینید، خیلی ایتالیا مساوی میکنه، آلمان می‌بازه، شگه خود اوکراین با انگلیس اگه اشتباه نکنم مساوی میکنه و اینا. اینه که اون دوستانی که اون حرفا رو میزدن الان نمیدونم چرا سکوت کردن. البته اونا رو دشمنی بوده ها، نه حالا عینه. الان شما قطر هم ببینید با همه امکانات و همه اون ارتباطاتی که داره، نه مشکل آنچنانی داره نه مشکل مالی داره، ولی اومده هم با کنیا هم با روسیه هم داره بازی میکنه. ولی من نمیدونم چون اون آقایون الان سکوت کردن. پس بدونین که آقایون بعد از زدن امیر قلعه‌نویی به مملکتتون ضربه نزنید. دنبال این باشید که به تیم ملیتون کمک کنید. بهانه نیارید که آی چرا اینا با روسیه و کنیا بازی کردن. کنیا اینجای جدولمون. خب بالاخره در اون موقع ما تونستیم اون کارو انجام بدیم. خب اینا عزیزان، این کشورها یه زیاده 20-25 ساله دارن برنامه ریزی میکنن، چه نظر زیر ساختاری، چه نظر برنامه ریزی در تیمایی پا. نه فقط خود بزرگاش نیستن، این کار هم خود ازبکستان شروع کرده، تو 6-7 سال گذشته داره این کارا رو انجام. این همه منوط به اون برنامه ریزی است و اون ساختار سازیه که انجام میدیم و اون هزینهی که بابت لیگمون و تیمایی پایمون انجام میدیم، مزدش الان دارن میگیرن. ولی من قبلا هم گفتم، بازم هم میگم، من یه صحبتی گفتم، اگه عربستان بنزما رو میاره یا داره ما هم این بازم. این من نظر سطح کیفی بازیکن ها گفتم، حالا نمیدونم چرا بعضی از دوستان. ببین اگه عربستان میره برای لیگش این بازیکن ها رو میاره، داره ساختار سازی میکنه، تبلیغات میکنه برای پیشرفت فوتبالش. ولی ما این بازیکن‌ها رو در لیگمون داریم، فقط باید توجه به تیمای پایه‌مون بشه، به زیر ساختامون بشه که ایشالله بتونیم ما از اونا زیاد عقب نمونیم. نگرانتون نمی‌کنه ژاپن؟ نگران که بالاخره فوتبال دیگه، حالا ایشالله ببینیم خدا چی میخواد. ولی ما بازیکن‌های بزرگی داریم، تیم ملی ما الان رو به پیشرفته، خیلی خوب داره بازی میکنه. حالا همین بردن بلغارستان تو زمین خودش خب کار سختی بودش، این نبود که آسون. ولی خب اینم باید قبول کنیم که ژاپن خیلی از ما پیشرفتش بیشتر و جلوتر. من یه برگردم به افکار خودم. ببین من در گذشته خیلی دوستان با دشمنی و عنادی که من داشتم بودن قلعه‌نویی بازی مستقیم میکنه. حالا این اینجا جوابشو بدم. ببین ما زمانایی که من هر تیمی رو میگرفتم، به جای یه هافک بازی ساز با دو تا هافک بازی ساز بازی میکردم و خدا رو شکر نتیجه میگه. مثلا شما با مشتبه جباری و جانواری ها چجوری میتونی بازی مستقیم بکنی؟ با محرم نویدکیا و جانواری ها چجوری میتونی بازی؟ با کرار و سروش رفیعی چجوری میتونی بازی مستقیم کنی؟ به این من روزی که مسئولیت ها قبول کردم مترصد این بودم، یه پلن دویی هم که حالا دنبال این با سامان قدوس بودیم. حالا سامان به نظر من 30-40% تواناییاش انجام داده. چرا؟ یه مدت از شرایط مسابقه دور بوده، یه مدت از تمرینات عمومی دور بوده، یه مقدار نظر روحی روانی عقب بود و با همه اینا اومد تقریبا 30-40% اون چیزی که ما میخواستیم و انجام داد. اینا توانایی سامان به نظر من بیشتر. یه ما قبلا هم اعلام کردیم، الان میگیم تغییرات باید شیب ملایم داشته باشه. ما خب دو تا افک جوانمون معصوم شدن، 4-5 تا هم در اختیار تیم ملی امید گذاشتیم که ایشالله براشون هم آرزو موفقیت میکنیم. دو سه تا هم باز اضافه شدن به تیم ملی امید، مثلا بازیکن‌های خیلی خوبی الان در تیم ملی امید هستن، اونا میتونن در آینده بسیار نزدیک به تیم ملی بزرگا کمک کنن. ما حتما فکر تغییرات هستیم، ولی تا موقعی که این بازیکن‌های بزرگمون میتونن به فوتبال مملکت خدمت کنن، تواناییشو داشته باشن، حتما ازشون استفاده خواهیم کرد. شما الان کریستیانو رونالدو چند سالشه؟ 38. باشه، بازی هم میکنه دیگه. یعنی ما ولی باید فکر جایگزین هم باشیم که حتما انشالله
در اردوهای گذشته شروع کردیم ولی از این به بعد هم توجه بیشتر مونتا هم تیم ملی امید بود هم بازیکنهای هافکای جوانمون مصدوم شدن. ما به این فکر هستیم، بازم تاکید میکنم یادآوری میکنم ما 2006 هم این کارو با تیم ملی بی انجام دی که محصدش این بود که خیلی اومدن تیم ملی بزرگا جایگزین شدن.